روند تخلیه شرق حلب سوریه که از روز پنجشنبه آغاز شده بود ساعتی پیش متوقف شد. گفته شده است که مخالفان مسلح دولت اسد توافق را نقض کردند و از شرق حلب صدای انفجار به گوش رسیده است. گزارش‌های متفاوتی درباره علت توقف تخلیه شرق حلب به گوش می‌رسد. تیراندازی مخالفان مسلح علیه نیروهای دولتی و عدم اجرای تعهد خروج زخمی‌ها از دو روستای شیعه‌نشین کفریا و الفوعه در نزدیکی ادلب از جمله دلایل این توقف عنوان شده. تاکنون چندین هزار نفر از جمله زخمی‌ها سوار بر اتوبوس‌های سبز رنگ شرق حلب را ترک کردند. رئیس هلال احمر ترکیه درباره وضعیت مجروحان می‌گوید: ما با هلال احمر سوریه کار می‌کنیم، به ویژه در ارتباط با خروج مجروحان. زمینه‌ها و فضای لازم بیمارستانی را هم در ادلب و هم در ترکیه برای زخمی‌ها آماده کرده‌ایم. رویترز به نقل از وزیر دفاع روسیه نوشته است که تاکنون بیش از 3000 مخالف مسلح دولت از بخش شرقی حلب خارج شدند. توافق صورت گرفته شامل خروج غیر نظامیان، مخالفان مسلح و زخمی هاست. با این حال این نگرانی وجود دارد که با متوقف شدن روند تخلیه شرق حلب بار دیگر درگیری ها شروع شود.